توسط بیگانه، یک نفر تحقیر میشیم، مربیان ما تحقیر میشن، یک بیگانه ای در اینجا میاد، ما کارفرما هستیم و او کارمند ما، کارگر ما، کارگر ما شده کارفرما و ما در اختیار او. بیشتر از دو ماه از اظهار نظر تند وزیر ورزش درباره سرمربی تیم ملی گذشته. با این حال اما رأی اکثریت به ادامه فعالیت کارلوس کیروش داده شد. حالا تعطیلات دو ماهه فوتبال هم به پایان رسیده و هفته دوم لیگ برتر هم برگزار شد. همه برگشتن سر کارشان بجز سرمربی تیم ملی. گمانه‌های زیادی شنیده می‌شود، نامشخص بودن برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی، وعده‌های عمل نشده، حقوق عقب افتاده و پیشنهاد رفتن به مکزیک و حتی سرگرم تجارت بودن کیروش در جنوب شرق آسیا. نیاز به شفاف سازیست. آقای کفاشیان رئیس فوتبال اما مثل همیشه خم به ابرویش نیست. آقای کیروش تا چی بابا دن اینا؟ اومد؟ ما داریم از شما میپرسیم. نه نه نمیدن اونجا. شما گفتین یک دو روز آینده میاد. هفته پیش که خبرنگار ما با شما مصاحبه گیره گفتین یک دو روز آینده. فوتبال و طرفدارانش هر دو با هم گیجند و سردرگم. نتیجه چنین روندی رو آقای حسینی رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس در بندهای محرمانه قرارداد میان فدراسیون و کیروش میبیند. قراردادی که من بررسی میکنم، قراردادی که خوندمش، یه نسخه‌ش هم دستمه و میدونم چی تو قرارداد نوشته. یکی از بنداش اینه که محرمانه باشد بین فدراسیون فوتبال و جناب آقای کیروش. موضوعی که وجود داره اینه که الان تمدید مرخصی ها و نوعی ایجاد استرس در تصمیم گیرندگان فدراسیون، من فکر میکنم که شگفتی شده برای آقای کیروش. با شروع بازی‌های لیگ برتر انتظار اهالی فوتبال این بود که سرمربی رو در یکی از جایگاه‌ها ببینند، اما چنین نیست و آقای تاج نایب رئیس فدراسیون گفته از سرمربی تیم ملی خبر دارد و رسانه‌ها کمک کنند تا کیروش برگردد. کمکی که آقای زاهدیان سردبیر روزنامه ورزشی برایش توضیح دارد. نمی‌دونم، به نظر من این حرف منطقی نیستش. چون قرارداد داره و باید تابع قراردادش باشه. یعنی چی رفته و بر نمیگرده رسانه‌ها تلاش بکنن؟ ایشون 201 روز خارج از ایران بوده تو یک سال اخیر، یعنی از پارسال مرداد ماه تا امسال مرداد ماه 144 روز رو مرخصی بوده. همه به ظاهر نگران تیم ملی هستند، اما هیچ کدام کارشان درست نیست، نه فدراسیون و نه وزارت ورزش و نه حتی برخی رسانه‌های زرد. دکتر ذوالفقار نسب، کارشناس فوتبال: این روزها بحث اصلی سر حضور آقای کیروش برای دیدن بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون هست که از دل این لیگ آقای کیروش باید بازیکنان مورد نیاز خودش رو گزینش بکنه. اون چیزی که بسیار مهم هست به نظر من این رسالت و وظیفه فدراسیون فوتبال که بر اساس قراردادی که تدوین شده برنامه‌های آقای کیروش رو باید آماده بکنن و حتی بالاتر از فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان که قطعاً برای تمدید قرارداد آقای کیروش نظر مساعد خودش رو اعلام کرده. به اعتقاد من اگر چنانچه صحبت‌های این روزا هست، در درجه اول باید فدراسیون فوتبال شفاف‌سازی بکنه و بر اساس مفاد قرارداد آقای کیروش اعلام بکنه که آقای کیروش این روزها باید در ایران باشن یا غیر. سالهاست آش فوتبال ایران را یک دو تا آشپز نمیپزند. از سیاسیون گرفته هستند تا بازاری ها و تجار و قدیمی ها و جدید ها. وزارت ورزش از یک طرف ساز استقلال دادن به ورزش را کوک میکند و از طرف دیگر با اظهار نظرهای ضد و نقیض سیمها را خودش پاره میکند. فوتبال هم که همچنان به پشتوانه صنعت پورسازش در دنیا به دنبال ثابت کردن خودش که با همه رشته ها فرق دارد. اما یادمان باشد نه فوتبال ما فوتبال دنیاست، نه مدیریت ورزش ما فقط با همدلی میتوانیم لااقل به عقب برنگردیم.